پس از درگیری مسلحانه میان مرزبانان پاکستانی و طالبان در تورخم، گذرگاه تورخم هنوز هم بر روی هر نوع رفت و آمد مسدود است. برخی از باشندگان تورخم میگویند که مسافران زیادی در هر دو طرف گیر ماندند و منتظر عبور از این دروازه هستند. معلومات در قبال وضعیت در گذرگاه تورخم را از مسکو صافی خبرنگار صدای آمریکا میشنویم که همین اکنون از پاکستان با ماست. مسکو جان، وضعیت در گذرگاه تورخم از چه قرار است و مقامات پاکستان در این مورد تاکنون چی گفتند؟ سهر جان سلام به شما و تمام بینندگان. پس از اینکه روز گذشته در درگیری میان نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستانی در مرز تورخم صورت گرفت، دروازه تورخم از روز گذشته به این سو یعنی تاکنون بسته بوده و البته مسافر نه تنها مسافران بلکه موترهای باربری و بیمارانی که از افغانستان به پاکستان برای تداوی آمده بودند نیز با مشکلات دچار هستند. حتی به یک جسد یک کودک نیز اجازه عبور یا انتقال به خاک افغانستان را داده نشده. البته به گفته های منابع محلی طالبان در این درگیری دو عضو طالب کشته شده و یک سرباز پاکستانی زخم برداشته، اما مقامات پاکستانی هیچ چیز نگفتند و این موضوع را هم تایید نکردن و اینکه مرز چی وقت باز میشه هم چیزی گفته نشده. گویا درگیری در چترال هم با وقوع پیوسته، در این مورد چی معلومات داری؟ بله، نظر به اعلامیه که از سوی ارتش پاکستان اعلام گردیده یا به نظر رسیده، گفته شده که در منطقه چترال که نزدیک با مرز افغانستان بوده، در ساحه کلاش گروه بزرگ تروریستان با سلاح‌های مدرن و مجهز و دو پستخانه یا پازگاه‌های ارتش پاکستان حمله کردند که با واکنش نیروهای پاکستانی روبرو شدند و در این درگیری 4 نظامی و 12 تندرو کشته شدند. البته پس از همین درگیری یا رویداد، پاکستان ادعا دارد که تروریستان از خاک افغانستان به پاکستان حمله کرده و باید طالبان روی این حملات را بگن، اما از سوی طالبان تا اکنون چیز پاسخ به نظر نامده. البته در یک خبرنامه که از سوی تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستان نشر گردید، در آن گفته شده که آنها از خاک افغانستان استفاده نکردند، بلکه جنگجویانشان در چترال موجود هستند و آنها این حملات را به درخواست باشندگان همان ساحه انجام دادند، که این موضوع هم اکنون به واقعیت تایید نشده. سپاس فراوان، ممنون مسکو جان از گزارشی که ارائه کردی. تشکر از شما.